انسان این که میگن جانشین خداست به نظر من خیلی درست میگم، یعنی که واقعیت اینه که اگه ما نباشیم خدا هم نیست از نظر من، برای که ما تایید میکنیم خدا رو، که برای این حلاج میگه ان الحق میگه، برای این مثلا من حس میکنم برداشتای عرفانی که از کودکی حالا به ما یاد دادن این که میگه خدا در تو موجوده. من میگم اصلا هیچ پدیده‌ای که ارزشمند باشه در هنر، ادبیات، هر کدوم اینا که انسان مرکزش نباشه بیمعنیه و خارج از ارزشمند نیست. تو که میگفتی آدم اشرف مخلوقاته. معلومه رامیا جان، بارون برای کی میباره؟ آفتاب برای کی طلوع میکنه؟ اگه ما نباشیم فرشته خدا به کی تعظیم میکنه؟ خیال به من انگیزه زیستن میده. همه چی خیاله. ما همه دسترسی ها به همه چیزهایی که تو صنایع هم اتفاق افتاده خیال. ما خیال کردیم به وجود اومده. ما خیال کردیم همه چی رو ساختیم. باز این برمیگشت به اون شعر مولانا که میگه نیست وش باشد خیال اندر جهان، تو جهانی بر خیالی بی روان. از خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی نامشان و ننگشان. ناخدا خورشید، دوران طلاییش دهه 60 بود، الان افوله، برای اینکه هم از نظر سیاسی به شدت تحت کنترل بده، به شدت بی انصافی و بی عدالتی اقتصادی در سینما و انحصار مافیایی که در امر پخش سینما ایران وجود داره تو هیچ کشوری به این بدی نیست در کشور ما. به این دلیل بدترین دوران زندگی هنری ما الان همین الانه که اینجا نشستیم. فیلم نمیبینم، بیشتر مثل احساس میکنم که فعالای سیاسی رو میبینم. خب این دیگه فیلم نیست، شاید یک گزارشه، یک گزارش سیاسیه. هدفمند فیلم ساخته میشه. اصلا فیلمی که هدفمند ساخته میشه فیلم بدیه از نظر من. منطق و مغز نهایتش چیه؟ صنعته. اصلا من این صندلی رو میسازم، عقل به من میگه برای اینکه روش میشینم کمرم درد نمیگیره. صنعته. چرا؟ برای اینکه مورد استفاده داره. اگر نهایت طبیعت مرگ باشه و اینجا نهایت منطق صنعت باشه، اینجا یه نقطه همدیگه رو قطع میکنن، یه چیزای بی‌معنی به وجود میاد. اونجا هنره. اونجا هنره، یعنی که من یه نقاشی میکشم میزنم به دیوار، آقا این چه، من نمیتونم بخورمش، نمیتونم بپوشمش، هیچ حسنی نداره. اگه از نظر عقلانی بهش نگاه بکنی کار احمقانه ای من دارم میکنم، ولی روح منو جلا میده. آرزوی هر کسی که کارشو بفهمن، ولی یه چیزی رو من برای خودم کشف کردم که هیچ کس مثل من فکر نمیکنه، منم مثل هیچ کس فکر نمیکنم. سینما یک مفاهیم و احساس و اندیشه رو احیا میکنه در ذهن بیننده. بستگی داره روح جمعی حاکم در اون سینمای جمعی چگونه باشه. اینه که توی سالن میری با یه جمعیتی فیلم یه جور دیده میشه، با یه جمعیتی دیگه فیلم یه جور دیگه دیده میشه. برای من فکرم فیلم لزوما به خودی خود یک چیز بسته، یک هدف مشخص دقیق نداره. حس میکنم اگر فیلم منو مردم نبینن اصلا به درد نمیخوره. اگر همه دنیا، همه جوایز دنیا رو به من بدن، بعد من برم تو سالن ببینم مثلا 10 نفر نشسته، واقعا از خودم متنفر میشم. برای اینکه همه تلاش من در چیه؟ نه در اینکه فقط فیلم بسازم، در اینکه دستمو دراز کنم، ارتباط برقرار کنم، بگم یه دقیقه چشم من دنیا رو ببینید. من میدونم درباره چی بخوام بنویسم. یه
حس وهمی دارم از قصه. میدونم این قیارو بناس بره مثلا رودخونه، از اون رودخونه رد شه بره اون بر. این یه خطه. اما وقتی این آدم زنده میشه توی کلمه، یه وقتی اون آدم خودش با خودش میبرته. شاید از رودخونه نتونست رد بشه، اون دست تو نیست. خود اون شخصیتی که به وجود میاری، خود اون قصه رو که شروع میکنی، تا یه جایی شما میبریش جلو. از یه جایی بعد میگی این آدم، این آدمه که این کار رو نمیکنه. اگر با عشقت بری جلو، اما اگه با کلیشت بری جلو، برای این بعضی فیلم ها جفت نیستن، میگی آقا مثلا این آدمه با این تفکرش مثلا اینو این چرا یه همچی کاری کرد؟ یعنی هر آدمی که خودکشی نمیکنه، این آدمه بعد غلطه، عناصر قصه غلط میشه. شما وقتی تعصب پیدا میکنه که حتما نقطه الف این قصه شما برسه نقطه ب، این تعصبی که پیدا میکنه قصتون عرکر میشه. نمیتونی بنویسی، تمام نمیگی، هر روز بهش فکر میکنی، شاید وقتی خوابیده هم تو زمین ناخودآگاهت بهش فکر میکنی. هر چی می‌نویسی یه صفحه هم نمیتونی بنویسی. ببین من یه به شما بگم، شده من مثلا یه چیزی رو بخوام بنویسم، واقعا سه روزه نوشتم، یه کار من سه روزه نوشتم، یه کاری رو می‌خواستم بنویسم 10 سال طول کشیده، ولی اگه بگی چند روز نوشتیش میگم 20 روزه. نظر اقتصادی هیچی، من همه ضرر بوده. فیلم چیره سنگمو که خودم ساختم، بنیاد فارابی گرفت مصادره کرد، یعنی پول نبوده، زندگی نبوده واقعا به این معنی اقتصادیش. اما من فکر کنم اصلا اگه فیلم نسازم دلم میخواد اصلا نمیخوام بمونم، اصلا میرم فقط راه برم بنویسم. فکر کنم شاید فقط بنویسم، برای که زندگی خیلی خسته کننده و بی‌معنیه. من وقتی نمیذارم کار کنم رنج میبری. اصلا من خیلی تو خلوتم گریستم واقعا بدون اغراق، یعنی که اینقدر نتونستم بنویسم، نفسم به این کارم بسته، برای این هیچ کاری دوست ندارم بکنم. راحت ترین دوره زندگی من موقعی که فیلم برداری میکنم، برای که زنده میشه همه چی رو انجام میدم. من اصلا باور ندارم با دانشگاه رفتن اینا کسی هنرمند میشه، اصلا باور ندارم، برای که خودم هم از طریق آکادمیک اومدم. ولی یک چیز رو فهمیدم، یک جوهری در انسانی باید باشه، ما میتونیم اون جوهر رو رشد بدیم، میتونیم بهش جهت بدیم، میتونیم پرورش. اگه اون جوهر نباشه، ما میتونیم تکنسیان‌های خوبی به وجود بیاریم. این اتفاقی نیست که بگی که مثلا اگه یکی بره این کارو بخونه اینو یاد میگیره. پزشکی نیست. البته پزشک عاشق هم پزشک خوبه، وگرنه هر پزشکی هم که پزشک نیست. چون یک اکثریتی هستن که میشه از طریق آموزش، از طریق آکادمی، اونها رو از یک متوسطی به بالای متوسط رسون. میشه یه آدم هایی که پایین تر از متوسط هم به متوسط رسون با تعلیم، تعلیم و عادت به امری، عادت به پژوهش، عادت به دقت. چون آدم ها دقت ندارن، نگاه نمی کنن. ممکنه مثلا سالا توی خونه هم بهش میگه اون گوشه خونه یه درخت انجیر خودش ندیده، براش مهم نیست. اونا دقت دارن، اینا رو میشه افزایش داد.